سمند آبی سیر همینا هستن دوستا. خب یک زنگ هم هست که از ایشان است احتمالاً. سلام، وقت شما بخیر. خوب هستین؟ صحت شما خوب؟ خسته نباشین. قربانتان. خب ما سفارش داده بودیم شما هم رسیدین. ما میخواییم بریم مقصد. درسته؟ قربانتان. البته اسنپ هم میخواییم برای شما معرفی کنم. کسایی که تا حال ایران سفر نکردن و یا آشنایی ندارن با نام اسنپ. اسنپ یک سافتویر هسته، یک برنامه هسته که 2 دقیقه دیگه اینا میرسن. اینجا 2 دقیقه دیگه اینا ذکر شده میرسه. خب ای بود از رای بیننده طریقه گرفتن تاکسی برای کسایی که دور از ایران هستن یا تا حال در ایران سفر نکردن. ما میفهم کسایی که در ایران بیایم زیاد فن و فنون خاص نداره، ولی حداقل ما خواستم امیر تجربه کنم که چه قسمی است و از مزایایی که داره لذت ببریم. از رای بیننده ما که آمدم ایران واقعیتش چند چیز به حساب یک بعضی متمایزات را که نسبت به افغانستان یا فرقی که من احساس کردم، یکی اینجا مردم واقعا در اینجا که من آمدم چندین اقوام مختلف دیدم. عربا را دیدیم، پاکستانی ها هستن، هندی ها هستن و افغانی ها از هر کشور در اینجا هستن. بلوچ ها، اینه یک تا بلوچ هم رفتن. اونا خودشان صدا زدن که بلوچ ها. عزیزای بیننده سلام، وقت شما بخیر. انشالله که خوب و صحتمند سر حال باشین در کنار فامیل و عزیزانتان. قسمی که شما بقیه ویدیوها رو مشاهده کردین، من فعلا در شهر اصفهان هستم و خانه عمم همراه نواسه عمم فدا جان که فعلا کامرامینی رو به عهده داره. تصمیم داریم بریم جاهای دیدنی اصفهان رو برای شما به تصویر بکشیم، ولی هدف امروزی ما چون جاهای زیادی داره اینجا دیدنی، تاریخی، باستانی، فرهنگی، یک قسمت هست به نام سیوسی پول، یکی از جاهای بسیار دیدنی و تاریخی، چارباغ و میدان انقلاب، میدان امام فکر کنم. اینجا میریم و باز انشالله ما را بیننده باشین دیگه. حالا حرکت میکنیم کم کم، میریم ببینیم که در کجا میرسیم. خب عزیزای بیننده، ما آمدیم فعلا کنار جاده استاد شدیم. مشکل نیست، خیر باشه. عزیزای بیننده فعلا ما کنار جاده استاد شدیم و منتظر ای هستیم که یک اسنپ رزرو کنیم. البته اسنپ میخوایم برای شما معرفی کنم کسایی که تا حال ایران سفر نکردن و یا آشنایی ندارن با نام اسنپ. اسنپ یک سافت ویر هست، یک برنامه هست که معمولا کسایی که تازه وارد ایران میشه یا کسایی که در ایران زندگی میکنن نمیخواین منتظر استاد شوند سر سرک یا جاده یا کدام هدفی دارن، میخواین قطار رزرو کنن، هواپیما خرید، کلن چندین بخش داره و ما میخواییم از آپشن تاکسیش استفاده کنیم فعلا که برای خود تاکسی رزرو کنیم و ما میخواییم یک ترای کنم که ما یاد دارم یا نه، یاد گرفتیم یا نه طریقه اسنپ گرفتن. حالا از کامرامین خود میخواییم که در ابتدا میریم روی سافتویری که به نام اسنپ هست. خاموش یا میگیره نه؟ پسه خب موقعیت مکانی شما غیر فعال است، میخواین فعال کنین؟ بله میخواییم فعال کنیم. خب باش، من از یک رقم کمره گرفته شوه که خوانده بیتانن باز بیننده ها این. خب من حالت خواب زیر خاموش کنم، حالت خواب رنگ موبایل چی کدنه؟ حالت خواب روشن است. عزیزای بیننده اینجا یک ذره فضایش چی آشغال پاشغال نیاید.
در ابتدا روی اسنپ میزنیم، موقعیت مکانی خود را فعال میکنیم و برای کسایی که تازه وارد ایران میشن، ما برنامه اسنپ را از قبل دانلود کردیم. روی اسنپ که علامه موتر است، غذا را کار ندارم، سوپرمارکت هم کار ندارم، اسنپ باکس هم کار ندارم. روی موتر میزنم کجا هستید نوشته است، من میزنم پول سودان، درسته؟ خودش هم ما را جی پی اس داره که ما را شناسایی میکنه. ما این مبدای ما فعلا یکی مبدا داریم، یکی مقصد. مبدای ما اینجاست و تایید مبدا را تایید میکنیم کجا میروید. من میزنم 33 پول، 33 پول اصفهان، همین کفایت میکنه فکر کنم. باز هر راننده ای که در اطراف ما باشه، بله، بستان 33 پول، 33 پول، درسته؟ بله، میدان انقلاب، میدان انقلاب. این حال تایید مقصد شد، تایید مقصد را تایید میکنیم. منتظر میشینیم که مشخصات ماشین با شماره پلید و هزینهش بیایه، یعنی 43,000 تومان ما را میبره اونجا میرسانه، نه؟ که حدوداً میشه 435,000 ریال. این حال درخواست اسنپ میکنیم. دو اپشن میه، یکی عجله دارم، یکی گویا لغو درخواست. حالا اگر عجله دارم را بزنیم، به این معنی که یک ذره هزینه بیشتر میگیره و ما را زودتر میرسانه، ولی پولی بیشتر میگیره. در حال دریافتن نزدیکترین اسنپ برای شما، این علامه آرنگ است. صدایش بلند، من صدایش بلند کنم. این قسم یک صدا داره. این سمند آبی سیر، سمند آبی سیر علی اصغر نام رانندش است. کریمی آقچه تخلصش، نمبر پلیتش هم 99-128-13 ایران. این حالی اگر پرداخت بزنم اینا فکر کنم تایید میشه، نه؟ نه پرداخت اگر بزنی چیزه پولش اینترنتی پرداخت، پرداخت اگر بزنیم. راستی کسایی که کارت دارن اینجا، اونا دستگاه کارت خان دارن، فکر کنم از طریق موبایلش بخیه چی میشه، اجرا میشه، پرداخت میشه دیگه. اینال ما منتظر ایشان هستیم، شاید به زودترین فرصت اونا بیاید پیش ما و دیگه حال ما منتظر هستیم که اونا چی وقت طرف چند دقیقه دیگه میرسن. بله، دو دقیقه دیگه اینا میرسن اینجا، دو دقیقه دیگه اینا ذکر شده میرسه. خب ای بود از بیننده طریقه گرفتن تاکسی برای کسایی که دور از ایران هستن یا تا حالا در ایران سفر نکردن. ما میفهم کسایی که در ایران بیایم زیاد فن و فنون خاص نداره، ولی حداقل ما خواستم میره تجربه کنم که چه قسمی است و از مزایایی که داره لذت ببریم. میبخشین آقا، نمیدونیم دیگه. منتظر اسنپ هستیم تا اینکه اسنپ بیایه. تا آمدن اسنپ ما یکان گپای اگر در دلم رسید همراه شما شریک میکنم. از آی بینده ما که آمدم ایران، واقعیتش چند چیزه به حساب یک بعضی متمایزات را که نسبت به افغانستان یا فرقی که ما احساس کردم، یکی اینجا مردم واقعا زندگی میکنن، برای زندگی کردن ارزش قائل هستند، برای انسان، برای انسانیت، یکی دوست دارن که خوش بگذرانن کنار فامیل و اعضای خود، یعنی بیشتر دوست دارن خرید کنن، بیشتر دوست دارن برن پارک بشینن، بیشتر دوست دارن جای دیدنی دیدن کنن و اینجا کلگی مصروف هستن معمولا و روزهای جمعه بیشتر میخواین تفریح برن و در روزهای عادی هم کسایی که بیکار باشن زیاد میبینیم در پارک شلوغ هسته. و یک چیز دیگه نظافت و پاکی که در جاده هایش، در پارک هایش آدم میبینه، حتی یک ساجیق و نمیفهم یک فیلتر سیگار آدم نمیبینه که روی سرک باشه، روی پارک باشه. پلاستیک چیزی که اگر آدم از دکان چیز خریداری میکنه دلشان نمیایه که در چی بندازن، خلاصه روی سرک بندازن. و در اینجا که من آمدم چندین اقوام مختلف دیدم، عربا را دیدیم، پاکستانی ها هستن، هندی ها هستن و افغانی ها، از هر کشور در اینجا هستن. بلوچ ها، اینه یک تا بلوچ هم رفتن اونا خودشان صدا زدن که بلوچ ها.
دیگه و کلگی واقعیتش چه قسمی بگویم بسیار صمیمانه زندگی خود را دارن و برای کسایی که اسناد داشته باشن معمولا سیر و سیاحت آسان‌تر است و اگر از دریچه قانون وارد کشور شویم اینا خودشان بسیار آدمای مهمان نواز هستند پذیرایی میکنن ولی اگر کار خلاف قانون کنیم مطمئنا هر کسی از کارهای غیر قانونی خوشش نمیآید دیگه ما تا حالا بدی ندیدیم از این مردم و چندین مصاحبه هم که داشتیم یا خواستیم داشته باشیم فقط به خاطری است که شما حداقل آشنایی با محیط چی پیدا کنین ایران من یک بار چک کنم که اسنپ آمده یا نه آمده فکر کنم خب آره رسیده اونم رسیده اینجا آقا منتظر ما هست کامرامین ما هم مره هم بگیرم کدام است فلاکش 191128 سر تقاطع اینا سر تقاطع وایستاده اینا لطفی یک ذره آهسته بیا ما پشت میرم سمند آبی سیر همینا هستن دوستا خب یک زنگ هم هست که از ایشان است احتمالا سلام وقت شما بخیر خوب هستین صحت شما خوب خسته نباشین قربانتان خب ما سفارش داده بودیم شما هم رسیدین ما میخواییم بریم مقصد درسته؟ قربانتان اجزای بیننده کامرامین ما پیش روی بلوی راننده نشسته و ما فعلا در مسیر 33 پل در حرکت هستیم منتظر هستیم که برسیم و از اونجا جاهای دیدنی را مناظر خود 33 پل از بالا و پایینش بر شما تصویر بگیریم و در کنار 33 پل یک جای دیدنی یا پارک بگویم به نام چارباغ است که از چارباغ داخل محبتش و یک فروشگاه آلات موسیقی اونجا دیدیم دیروز از اونجا هم برای شما تصویر خاط گرفتیم و میبینیم که مردم در کنار تحریما دیگه آیا چقدر شوق انگیزه برای موسیقی دارن شما بیننده ما باشین انشالله باز خاط دیدیم فعلا